شما باید تمرکز زیادی بر به دست آوردن مشتری، جذب مشتریانی که توانایی و خواست خرید در یک بازیه زمانی معقول رو دارن و مشتریانی که بلافاصله خرید میکنن رو داشته باشید. این ایدال شماست. راه های زیادی برای جذب مشتری بالقوه وجود داره تا برای اولین بار به سراغ شما بیان. اول از همه میتونید توی روزنامه، مجله و نشریات دیگه تبلیغ کنید. این یکی از معمولترین راه های تبلیغاته. ولی اگه این کار کردین این نکات مهم رو یادتون بمونه. تبلیغ شما باید ساده، شفاف و فهمیدنش راحت باشه. یکی از چیزهایی که در طول زندگی کاریم یاد گرفتم ارزش تصور کردن یه بچه 10 ده سال است. باید تبلیغ رو جوری بنویسین یا جوری طراحی کنید که یه بچه گه ده ساله بتونه به تبلیغ شما نگاه کنه و به وضوح بفهمه به چی میفروشید و چرا باید از شما خرید کنه و بعد بتونه به یه بچه که ده ساله دیگه همه اونها رو به طور واضح توضیح بده. تو تبلیغ نمیخوایم بگیم ما سعی داریم اینو بگیم. منظورمون این بود و یا هدفمون این بود باعث فلان چیز بشیم. نه. باید ساده باشه که یه بچه هم بتونه درکش کنه. خواهش میکنم این خیلی مهمه. خب دومین قسمت از تبلیغ عنوان تبلیغ باید حاوی مهمترین مزیتی باشه که مشتری همین الان میخواد با خریدن محصول شما ازش استفاده کنه و اونو بخره. 25 درصد تا 35 درصد هر تبلیغ نوشتاری باید به عنوان اختصاص داده بشه. عنوان باید یک نیاز، درد، خواست، میل یا آسیب موجود که مشتری در حال حاضر داره رو مطرح کنه و اونو به روی مشتری بیاره برای مثال بعضی وقتا زمانی که داری تو جاده رانندگی میکنی یه بیلبورد بزرگ میبینه که نوشته گرسنه‌ای یا علامت سوال رستوران مارتا دو کیلومتر جلوتر چون سعی دارن به یه نیاز مهم که همین الان وجود داره اشاره کنن. یکی از موفق ترین تبلیغ های نوشتاری دنیا رو شرکت فایزر طراحی کرده. یه تبلیغات با یه کلمه خیلی بزرگ که میگه هموراید. علامت سال. بعد نوشته اگه فلان حالت و همچین دردی رو داشتین از داروی ما استفاده کنید و سریع خوب بشید. این تبلیغ دارو رو تبدیل به موفق ترین داروی در تاریخ تبدیل کرده چون میدونستن عنوان اصلی دقیقا نیاز مشتری ایدئال اونا رو هدف قرار میده کسی که همین الان خیلی به محصول و خدمات اونا نیاز داره دومین نکته در مورد تبلیغات اینه که تبلیغ شما باید خیلی مشخص بگه چه چیزی ارائه میدین نتایج و مزیت هایی که مشتری دریافت میکنه و اینکه چرا پیشنهاد شما از همه محصولات رقابتی که در بازار وجود دارند بهتره رو باید مشخص کنید. این یعنی مشتری باید دلیلی داشته باشه که به جای یه نفر دیگه پیش شما بیاد. نمیخواین که بنویسین گرسنه طرف طرفم میگه خدایا چقدر گرسنه بعد چند تا رستوران تو مسیرش باشه که بخواد بره باید یه دلیلی داشته باشه غذای خونگی واقعی مارتا تازه و داغ باید یه دلیلی وجود داشته باشه که مردم سراغ شما بیان در آخر تبلیغ شما باید به مشتری بگی که میخواین بیننداش بلافاصله چه اقدامی کنند. باید بگین همین الان این کارو بکنید همین الان تماس بگیرید همین الان بیاین همین لحظه تلفن رو بردارید امروز بخرید نگید این محصول خیلی خوبیه که شما واقعا به اون احتیاج دارید و بهش نیاز دارید. اینجوری نیمه کاره رهاش نکنید. وقتی به تبلیغ ها نگاه میکنید ببینید که 50 60 70 درصد تبلیغ ها که اکثرا هم توسط آژانس های تبلیغاتی خیلی گرون قیمت طراحی شدن همینجوری روی میز رها میشن هیچ دلیلی برای خریدن وجود نداره یه جورایی مثل بیانیه میمونن فروش خودروهای صفر و خب تبلیغ همین بود تبلیغ باید کاملا تأثیر گذار باشه گیرا باید باشه فقط یه راه برای فهمیدن اینکه تبلیغ شما موفق بوده وجود داره اینکه بلا فاصله باعث واکنش بشه تبلیغی که خوبه باعث میشه بلافاصله مردم تلفن بزنن سایت شما رو نگاه کنن و یا حضوری به فروشگاه شما بیان اگه این اتفاق نیفته یعنی تبلیغ اصلا خوب نیست